دومین روز دادگاه بین المللی مردمی آبان 98، یک مقام سابق قوه قضاییه گفت در زندان با معترضان آبان همچون اسیران جنگی مفقود الاثر رفتار می کردند. ساعت 13 وقت تهران با مجموع خبرهای نیمروزی همراه شما هستیم. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات در ایران و جهان. در ادامه خبرها، آمریکا برای بازگرداندن تهران به تعهدات برجامیش معافیت‌های تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را بازگرداند. وزارت خارجه ایران اما می‌گوید این معافیت‌ها کافی نیست. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم برای ادای توضیحات به سنا احضار شد. در پی کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه، پلیس ایران خواهان افزایش اختیارات در استفاده از سلاح شد. و از نبردهای دره پنجشیر تا زنانی که در لباسهای محلی رنگی می درخشند، نمایشگاهی در پاریس با موضوع مردم افغانستان. دوم دادگاه بین المللی مردمی آبان برای استماع و بررسی شهادت 116 شاهد جدید از صبح دیروز در لندن آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. برخلاف دور پیش، این بار دادگاه برای حفظ امنیت شاهدان به صورت غیرعلنی برگزار می شود. دادگاهی که شاهدان از آن انتظار بررسی و دادخواهی دارند. اما شاهد شماره 407 که از مقام‌های سابق قضایی بوده می‌گوید معترضان آبان بدون تفهیم اتهام و حق برخورداری از پیگیری‌های حقوقی مثل اسیران جنگی مفقود الاثر بازداشت می‌شدند. این شاهد می‌گوید وضعیت بازداشتگاه‌ها به شکلی بود که ماموران لباس شخصی به خود حق هر نوع رفتاری را با بازداشت شدگان می‌دادند. افرادی که بازداشت می‌شدن در تجمعات در خیابون‌ها و افرادی که بعد از اون بازداشت می‌شدن توسط بسیج و سپاه و حالا گاهن نیروی انتظامی، هیچ کدوم نه تفهیم اتهام می‌شدن و نه تأمینی داشتن و تا مدت‌های مدیدی به همین صورت بلا تکلیف بودند. باید بگم که یه قسمت اصلی بازداشت این افراد و روند قضایی که همون دادسرا هستش از این در واقع مجموعه به طور کلی حذف شده بود و اختیارات کام ازشون گرفته شده بود. عملا یعنی افراد نیروی انتظامی و لباس شخصی ها که معلوم نیست این لباس شخصی ها رو در واقع در قسمت در زمره کدوم یک از ضابطین اساسا باید قرارشون بدیم، نامشخصه، بدون توجه به قوانین، یعنی بدون توجه به قوانین حمل و نحوه استفاده از سلاح‌های گرم، از فواصل نزدیک به سوی افرادی که تجمع کرده بودند و توی تجمعات مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند شلیک می‌کردند که متاسفانه باعث مرگ و جراحات بسیاری از این عزیزان تو اقصا نقاط ایران شد. اینا مبادرت میکردن به اینکه کسایی که دستگیر شدن توی بازداشتگاه خودشون به ضرب و جرح این آدمهایی که دستگیر شده بودن در بازداشتگاهایی که اینا نفوذ داشتن به نحوی که حالا این یه قسمتی از ماجرا بود که بعد از پایان یافتن مثلا تجمع اینا تو ساعت شبانه روز کلن تا حالا مثلا یکم آرومتر می شد و وقت اینو داشتن که این کارو بکنن بدون داشتن دستور خاصی می تونستن به این با همون دستورات کلی که از شورای تامین صادر میشد به ایراد ضرب و جرح علیه دستگیر شده ها بپردازن، یعنی میرفتن و یا میرفتن به محل زندگی افرادی که اینها احتمال میدادن که بالقوه این جوونا ممکنه که یا آمادگیشو دارن که میتونن فردا در تجمعات شرکت کنن، هجوم میبردن
و متاسفانه توی این هجوم بردن ها حتی افرادی که در هیچ تجمعی شرکت نکرده بودن یا کسانی که افراد خانواده کسانی بودن که توی تجمع شرکت کرده بودن مورد اذیت و آزار قرار می گرفتن و گاهن بازداشت می شدن، دستگیر می شدن. همه این کسانی که بازداشت شدن خارج از مهلت قانونی بدون تفهیم اتهام و تامین در بازداشتگاه‌های عمومی که شاید در شهرهای بزرگ این بازداشتگاه تعداد افرادی که درشون نگهداری میشد بالای 100 نفر بود، نگهداری میشدن اینا تو این بازداشتگاه و به نحو و به هر نحوی که میخواستن در واقع با این افراد برخورد میکردن. امکانات اولیه بدون رعایت قواعد یک بازداشتگاه یا اینکه باید در یک بازداشت افراد حقوق اولیهشون چگونه باید رعایت بشه، بدون رعایت همه اینها تصور بکنید که این افراد دستگیر و در یک محلی زندانی هستن. ببینید اون وقت در چه وضعیتی به سر میبرن. من اینو به مثابه این میدونم که متاسفانه این در واقع در اون روزها این افراد مثل اسیران جنگی مفقود الاثری محسوب میشدن که دستگیر شدن. در اینجا به محل برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان میریم و همراه میشیم با همکارم طناز خامه که از محل برگزاری این دادگاه همراه ماست. طناز، بیشتر از تو بشنویم که در امروز روز دوم این دادگاه چه میگذره. فرهناز، دقایقی پیش بهت گفتم که شاهد اول داره شهادت خودش رو در دادگاه میده و به خاطر اون شهادتی که میداد، به خاطر اینکه به دلیل مسائل امنیتی ما باید صبر میکردیم تا برگزار کنندگان دادگاه اجازه بدن که جزئیاتش رو بخوایم در اختیار شما قرار بدیم. بسیار شهادت ایشون تکان دهنده بود. مادر پسری بود که پسرش در اعتراضات بازداشت شده بود چند روزی و مدتی رو در زندان بود و به شدت شکنجه شده بود و در شرایط روحی بسیار بد آزاد شده. این مادر توضیح داد که وقتی پسرش آزاد شد جای باتوم رو روی بدنش میشد دید، کبودی ها رو روی بدن میشد دید و شرایط روحیش انقدر وخیم بود که با کسی صحبت نمیکرد. او در صحبتاش گفت تنها جمله ای که پسرم گفت که مادر سه بازداشتی رو جلوی من زنده زنده آتش زدن. این روایت بسیار تکان دهنده است و شاید تا به امروز همچین چیزی رو نشنیده بودیم. این مادر همینطور ادامه داد که زمانی که پسرش حال روحی خوب نبود پیش روانشناس برد و حاضر نبود دیگه هیچ جزئیاتی رو در رابطه با اتفاقی که افتاده در اختیار خانواده یا حتی روانشناس بگذاره و مدتی بعد به خاطر شرایط روحی بسیار بد فقط نامه‌ای رو نوشته و گفته شرایط رو نمیتونم تحمل بکنم و برای همین جان خودش رو گرفته. این مادر همینطور توضیح داد که در مراسم خاکسپاری تحت فشار بودن، باید مراسم بی صدا و آروم و خیلی کوچیکی رو برگزار می‌کردن. در طول مراسم تحت فشار بودن، بهشون تذکر دادن که حواسشون به گفتار و رفتارشون باشه. از طرف دیگه گفته بودن سنگ قبر باید نوشته ای نداشته باشه که مشکوک باشه و همه این روایت نشان دهنده این بود که چقدر خانواده تحت فشار امنیتی قرار گرفتن و به هر حال این روایت شاهد یک بسیار تکان دهنده بود. شاهد شماره 2426 هست که تصویرش رو فکر میکنم الان روی مانیتور پشت سر من میبینید. هویت این شاهد مشخصه و دایی یکی از کشته شدگان در مریوان هست، معترضی که کولبر بوده. خب کولبران هم که میدونین شرایط بسیار سختی دارن و او به خیابان اومده و مورد اصابت گلوله قرار گرفته. جزئیات شاهد دومو حتما در بخش‌های بعدی خبر به شما خواهیم گفت. اما پیشتر صحبتی داشتم با مریم فومانی، محقق هیئت دادستانی، و از او پرسیدم که چه شد که این دوره دادگاه برگزار میشه و تاثیر دوره اول دادگاه بین‌المللی مردمی چه بود. با هم دیگه میشنویم. ما تمامی شاهدانی که با ما تماس گرفتن رو مثل دفعه قبل ازشون خواستیم که خلاصه شهادتاشون، اسناد و مدارکاشون رو برای ما ارسال بکنن. ما همه اینها رو به درست مثل دفعه قبل راستی آزمایی کردیم و کسانی که شهادتشون مربوط به اتفاقات آبان 98 بود ازشون خواستیم که در یک مصاحبه مفصل شهادتشون رو ثبت بتونیم بکنیم، که از این میان تقریبا نزدیک 60 نفرشون براشون این امکان داشت که توی مصاحبه مفصل هم شرکت بکنن و ما این مصاحبه ها رو گرفتیم
داریم، ولی اینکه چه کسانی توی این دادگاه، توی این دادگاه سه روزه حضور داشته باشن، ما سعی کردیم کسانی باشن که شهادت‌های شبیه اونها رو ما کمتر شنیدیم. همونطور که خانم امین گفتن، کسانی که از داخل سیستم امنیتی، نظامی، سیستم قضایی بودن، کسانی که مثل این آقای راننده آمبولانس اطلاعاتی داشتن که ما قبلا از طرف شاهدان و خانواده‌ها شنیده بودیم، ولی کسی که اون طرف هستش و داره به هر حال خودش جزء معترضان نبوده در اون لحظه، ما از اون طرف نمیدونستیم که چه اتفاقی افتاده و خب اینها رو میتونستیم بشنویم و در واقع میگم سعی کردیم که چیزهایی رو بیاریم توی این دادگاه که قبلا شنیده نشده. و از طرف دیگه ما شاهدانی داشتیم که دفعه پیش خب دادگاه زنده پخش میشد و جزئیات این شهادت ها طوری بودش، بعضیاشون که اگر اینها میخواستن بیشتر صحبت بکنن ممکن بود شناسایی بشن و حتما هم دیدید که چه اون دور و چه این دور قاضیا خیلی سوال های ریز و دقیقی میپرسن و امکان اینکه بخوایم که همه سوال ها رو شاهد جواب نده وجود نداره. و به خاطر همین ما یک سری از شاهدامون هم کسانی هستن که از دور قبل بودن ولی توی یک دادگاه علنی زنده به خاطر حفظ امنیت خودشون و خانواده هاشون ما امکان این رو نداشتیم که دور قبل داشته باشیم و فکر کردیم حالا این دفعه که غیر علنی هست در فضای امن‌تری میتونن اینها هم پاسخگوی قضات باشن. خانم فومنی در بخش دیگه از صحبت‌های خودشون به این اشاره کردن که چقدر مهمه وقتی دادگاه مردمی برگزار میشه خود شاهدان بیان جلو و روایت بکنن. اونها هیچ وقت نتونستن، شاید رفتن جاهایی که متهم شدن به چیزی اومدن و اعتراف کردن یا اعتراف اجباری ازشون گرفته شده، اما هیچ وقت بهشون فرصت داده نشده که بیان روایت کنن آنچرا که اتفاق افتاده، آنچرا که هیچ کسی نبوده بشنوه و یا ببینه. و ایشون گفتن که چقدر مهمه و همین باعث شده که این دوره دوم برگزار بشه و شاهدین بیشتری جلو بیان. الان همونطور که گفتم شاهد شماره دو داره صحبت میکنه، چهار نفر دیگه موندن. شاهد شماره دو دایی کولبری است که معترض بوده، به خیابان رفته و به گفته ایشون سپاهیان از نزدیک کمتر از 5 متر دو تا گلوله به پیشانی این شخص زدن. او در صحبت‌های خودش میگه که پسر خواهر من یک کولبر بود، یک کولبری که شرایط سخت رو سپری میکرد، جونش هیچ وقت در امان نبود، به خاطر شرایط سخت ناناور خانواده بود و از راه کشاورزی و کولبری میتونست زندگی بکنه، ولی شرایط به قدری سخت بود که چاره جز این نداشت که به خیابان بیاد و اعتراض بکنه. خب در بخش‌های بعدی خبر به موارد دیگه ما خواهیم پرداخت، کارشناسان دیگری رو خواهیم داشت، خودت هم میدونم که مصاحبه‌های دیگری خواهی انجام داد، پس میبینمتون. همراه ما بودی، همونطور که گفتی در طول مجموعه خبری باز هم با تو همراه خواهیم بود، اما در اینجا همراه میشیم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما هستن. آقای علیجانی، این دادگاه و تصمیماتی که در اون گرفته میشه چه پیامدی برای متهمان این جنایت داره؟ با سلام و ضمن تقدیس و احترام صمیمانه و قلبی برای شجاعت مدنی شاهدان و اظهار همدردی با سوی اونها، ببینید جنایت و کشتار بزرگ آبان دو تا صف داره، صف کسانی که شلیک میکنن و صف کسانی که بر خاک میفتند. دادگاه مردمی آبان چه در دور اولش چه در دور دومش به یه دومینوی، دو تا دومینوی خلاف جهت هم داره کمک میکنه. یک دومینوی تردید و ترس در صف کسانی است که شلیک میکنن و اونها رو در واقع به این نقطه میرسونه که جنایت بدون مکافات نمیمونه. شاید همون نگهبانی که در رو به روی توی بازجو باز میکنه، شاید همون راننده آمبولانس، شاید حتی همون قاضی که پشت میز نشسته، شاید کسی که برای شما قضا میاره، همه اینها روزی شهادت بدن، شاید روزی همین بازجوی کنار دست تو، شاید کس همون بسیجی کنار دستت ممکنه فردا شهادت بده. این هم به اصطلاح تردید رو در اونها تشدید میکنه. هم ببینید در دنیای قدیم وقتی که جنگاورا تن به تن میجنگیدند، اثر جنگشون و اثر کشتارشون رو و فوران خون رو همون لحظه میدیدند، ولی در دنیای مدرن کسی که دگمه بمب اتم رو میزنه خودش شاهد جنایتش نیست. حالا این تصاویر و مادران، پدران، بازماندگان، فرزندان کسانی که بر خاک افتادن میتونه وجدان یه دی رو هم تحریک بکنه. یکی از
زندانیان آزاد شده میگفت براتون باور نکردنی است شدت ریزش درون حکومت. اما در صف مقابل هم به یک دومینوی رو تشدید میکنه، دومینوی شجاعت مدنی و اراده پیگیری و جنبش دادخواهی. من فکر میکنم بین این دوتا دومینو بایستی در رسانه ها هم تعادل برقرار بشه. ابو عیاد معاون یاسر عرفات در کتاب فلسطینی آواره میگه که ما یک چریک زن فلسطینی مورد تعرض اسرائیلیا قرار گرفت بود، ما این رو افشا کردیم در جهان و آبروی اسرائیلیا رو بردیم، ولی بعدا به شکل تاسف‌باری دیدیم که خانواده ها اجازه نمیدن دخترشون بیا جذب سازمان بشه. حالا حکومت میخواد ترس رو نهادینه بکنه، بر تشدید اون دومینوی اول به کمک و تشدید دومینوی دوم هم بپردازیم. ببینید همین شاهد نیزار به سلام ماهشهر باعث این سوال هم ازش پرسیده بشه و به رسانه کشونده بشه. ببینید این دو سه بار از صحنه میری بیرون و دوباره برمیگرده، چه انگیزه این جوان شجاع رو میکشونه دوباره به صحنه؟ این باعث رسانه‌ای بشه. یا اون مادری که میاد و کمک بکنه، رفته برای بچه‌اش دارو بخره، زیر شلیک گلوله میاد کمک بکنی، این یه شجاعت مدنیه. یا همه کسانی که دوربین به دست هستن و زیر رگبار گلوله دارن فیلم برداری میکنن، اینا شجاعت مدنیه. ما بایستی این بخش رو جدا از بخش سوگ مسئله و قساوت و خشونت و بیرحمی ماجرا، این بخش حماسی و شجاعی مسئله رو هم در رسانه ها برجسته بکنیم. اما آقای علی جانی، حضور افرادی از دستگاه قضا در خود این دادگاه به عنوان شاهد، این رو چطور ارزیابی میکنید؟ این واقعا در تکمیل یا ادامه قسمت اول بحثم بگم، واقعا خوب همه اینها انسانن، گوشت و خون دارن، ممکنه تحت شعاع قرار بگیرن. ببینید شاید ایران و بعضی در بین گروه های داعش و اینا جاهایی است که به نام خدا کشتار میکنن و اینها کسانی که آورده بودن نیزار رو به خون بکشن گفته بوده اینا داعشیان رفتن تو نیزار. این حقیقت باید معلوم بشه، چه وجدان طرف مقابل، چه عقل مصلحت اندیشش رو به کار بیاندازه. این که کسانی از درون قوه قضاییه، از درون خود سیستم میان شهادت میدن، به نظر من ناقوس مرگ مشروعیت و مرگ به اصطلاح این سیستم هست. سیستمی که میخواست به نام خدا حکومت بکنه ولی و عدالت بیاره، حالا به نام خدا کشتار میکنه، به نام خدا تجاوز میکنه و امروز میشنویم به نام خدا آتش میزنه. ممنونم از شما رضا علی جانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما بودید. در ادامه مجموعه خبری و تا دقایق دیگر به بازگشت برخی معافیت‌های تحریمی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازیم. همزمان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به سنا احضار شد. بیننده و شنونده مجموعه خبران امروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. دومین روز دادگاه بین‌المللی مردمی آبان 98، یک مقام سابق قوه قضاییه گفت در زندان با معترضان آبان همچون اسیران جنگی مفقود الاثر رفتار می‌کردند. آمریکا برای بازگرداندن تهران به تعهدات برجامیش معافیت‌های تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را بازگرداند. وزارت خارجه ایران اما می‌گوید این معافیت‌ها کافی نیست. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم برای ادای توضیحات به سنا احضار شد. در پی کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه، پلیس ایران خواهان افزایش اختیارات در استفاده از سلاح شد. و از نبردهای دره پنجشیر تا زنانی که در لباسهای محلی رنگی می درخشند، نمایشگاهی در پاریس با موضوع مردم افغانستان. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اعمال بعضی از معافیت‌های تحریمی از سوی کابینه بایدن را ناکافی خواند و گفت آنچه که ایالات متحده باید انجام دهد در تمامی ابعاد رفع تحریمی و همچنین ابعاد هسته‌ای است. دولت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بعضی از معافیت‌های تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران که در دوره ریاست جمهوری ترامپ متوقف شده بودند را دوباره اعمال کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده هدف از این معافیت‌ها تسهیل گفتگوهایی است که به انعقاد یک توافق برای بازگشت به اجرای کامل برجام و ایجاد زمینه برای بازگشت ایران به تعهدات خود در برجام کمک کند. با این حال نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتی نوشت تا تهران به تعهدات هسته خود برنگردد تحریم‌های ایران لغو نخواهند شد.
در واکنش به این تصمیم کابینه بایدن، تد کروز سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در توییتی نوشت: مقامات دولت بایدن به مردم آمریکا دروغ می‌گویند و در نامه‌ای به کنگره اطلاع دادند در حال لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران هستند. از سوی دیگر گروهی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا خواستار تمرکز او بر توانایی‌های موشکی رژیم ایران شدند. به گفته این نمایندگان، دولت جو بایدن فاقد استراتژی روشنی برای مقابله با تهدید موشکی رژیم ایران است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را فرا خواهد خواند تا در یک جلسه محرمانه به سوالات سناتورها در خصوص جدیدترین تحولات مذاکرات وین پاسخ دهد. پیشتر باب منندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا از جو بایدن خواسته بود مذاکرات با ایران را متوقف کرده و با اجرای دقیق تحریم‌های ایران رویکرد سختگیرانه‌تری در قبال این کشور اتخاذ کند. اما در همین رابطه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توییتی نوشت: حق قانونی ایران برای ادامه تحقیق و توسعه و حفظ توانمندی‌ها و دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای با هیچ توافقی قابل محدود شدن نیست. اما بر اساس اخبار رسیده به ایران اینترنشنال، ارتش اسرائیل در حال آماده سازی برای جنگ مستقیم با نیروهای سپاه قدس در سوریه و نیروهای نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان است. بر اساس این خبر، ارتش اسرائیل در ماه اردیبهشت آینده یک رزمایش نظامی گسترده در مرزهای این کشور با سوریه و لبنان آغاز خواهد کرد. پیشتر رسانه‌های اسرائیل گفته بودند در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، نیروهای وابسته به ایران حملات گسترده‌ای در مرز اسرائیل آغاز خواهند کرد. سعید جعفری روزنامه‌نگار از روم همراه ما هستند. آقای جعفری، ابتدا بگید که معنای عملی این معافیت‌هایی که اعمال شده برای ایران دقیقاً چه هست؟ چه کمکی می‌کنه به جمهوری اسلامی؟ ببینید، در درجه اول ما باید بررسی کنیم که این معافیت‌ها چه بودن و چرا ایجاد شدن و چرا برداشته شدن. در اردیبهشت سال 99، تقریباً دو سال بعد از خروج آمریکا از برجام، با تصمیم آقای مایک پومپئو، معافیت‌های تحریمی در زمینه همکاری هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید. این معافیت‌های تحریمی بخشی از در واقع توافق هسته‌ای سال 2015 برجام بودند که به کشورهای روسیه، چین و همچنین اتحاد کشورهای اروپایی اجازه می‌داد که در زمینه توسعه همکاری‌های هسته‌ای در نیروگاه بوشهر، باز تولید راکتور آب سنگین عراق و همچنین تولید رادیو ایزوتوپ های، یعنی در واقع تامین رادیو ایزوتوپ های راکتور تحقیقاتی تهران به ایران کمک کنند. با وجود اینکه آقای ترامپ در سال 90 و اگه اشتباه نکنم 97، بله در اردیبهشت 97 از برجام خارج شد، دو سال طول کشید تا این تعلیق ها در واقع برداشته بشه، به این معنا که همچنان کشورهای روسیه، چین و اتحادیه اروپا اجازه داشتن که به این همکاری‌هاشون ادامه بدن. چرا این اتفاق افتاد؟ دلیلش این بود که برخی در داخل ایالات متحده آمریکا، به ویژه آقای استیو مناچین وزیر وقت خزانه داری، بر این باور بود که اگر این معافیت تحریمی برداشته بشه، ایران به سمت تولید غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالاتر پیش خواهد رفت و برخی نگران این بودن که خروج ایران از توافق هسته‌ای باعث بشه که ایران به سمت ساخت تسلیحات اتمی هم پیش بره. به هر ترتیب این اتفاقی که الان در حال حاضر افتاده، ایالات متحده آمریکا این تعلیق‌ها رو دوباره بازگردونده، به این معنا که این کشورها میتونن مجدداً در زمینه همکاری‌های هسته‌ای با ایران فعالیت کنن. اهمیت این در کجاست؟ در اینجاست که یکی از بن‌بست‌های فنی که در مذاکرات حاصل شده بود، بر سر انتقال هم تأسیسات هسته‌ای ایران و هم بخشی از اورانیوم غنی‌سازی شده ایران به خارج از کشور بود. به نظر میرسه که این توافق که بین طرفین ایجاد شده ممکنه بتونه کمک کنه و در این مسیر که این بن‌بست برداشته، این بن‌بست در واقع راه حلی براش پیدا بشه. پس شما این تصمیم رو مثبت ارزیابی میکنید، ولی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که این معافیت‌ها کافی نیستند و ایران منتظر رفع تحریم‌های بیشتر هست. این رو چطور میبینید؟ ببینید، این در واقع نباید به عبارتی اعتباری بیش از اندازه واقعی براش در نظر گرفت. این یک پیشگام هست به عبارتی در مسیر رسیدن به توافق. اما طبیعتاً انتظارات ایران در زمینه رفع تحریم‌های اصلی در خصوص تحریم نفت، تحریم‌های بانکی و امثال هم رو برآورده نمی‌کنه. اما در این حال میتونه یک کمکی باشه در
رسیدن به توافق. ممنونم از توضیحاتتون. سعید جعفری روزنامه‌نگار از روم همراه ما بودین. در ادامه نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. اومیکرون با سرعت بالایی در تمام نقاط ایران در حال انتشار است و درصد ابتلای کودکان زیر 12 سال به نسبت پیک‌های قبلی بالاست. فرهاد چوبدار رئیس بیمارستان علی اصغر در این رابطه گفت این مرکز ممکن است با کمبود تخت برای کودکان مواجه شود. به گفته چوبدار در روزهای گذشته شاهد ابتلای کودکان زیادی به اومیکرون بودیم که عموماً از طریق مهد کودک‌ها و پیش‌شبستانی‌ها به کرونا مبتلا شدند. اپلیکیشن ماسک اعلام کرد به روز رسانی وضعیت رنگ بندی شهرها را متوقف کرده است. سامانه اطلاع رسانی ماسک دلیل این تصمیم را توقف ارسال داده ها از سوی وزارت بهداشت اعلام کرد و گفت از این پس فعالیت اپلیکیشن ماسک تنها محدود به انتشار تجربیات دو سال گذشته خواهد بود. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری اعلام کرد بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا از این پس پروانه فعالیت رانندگانی که واکسن تزریق نکردند تعلیق می‌شود و این محدودیت تا زمانی که تزریق واکسن این افراد ادامه خواهد داشت. به گفته مرتضی زامنی در حال حاضر بین 4-5% از رانندگان تاکسی هنوز واکسینه نشدند. 8 سازمان حقوق بشری در نامه سرگشاده به دولت کانادا ورود آزادانه مرتضی طلایی به این کشور را پیامی خطرناک و توهین‌آمیز برای ایرانیانی دانستند که به کانادا پناهنده شدند. این نهادها همچنین با اشاره به نقش طلایی در سرکوب و شکنجه معترضان و تشکیل گشت ارشاد از دولت کانادا خواستند ضمن اقدام فوری برای تحقیق و تفحص درباره رئیس پلیس پیشین تهران اجازه ندهد که این کشور به پناهگاه امن مرتضی طلایی تبدیل شود. یک روز پس از کشته شدن علی اکبر رنجبر جانشین پاسگاه بیدرز شیراز که در درگیری با یک سرنشین خودرو با سلاح سرد کشته شد، فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری متهم به قتل خبر داد. رهام بخش حبیبی پس از اعلام این خبر گفت این فرد در روستایی در یکی از شهرستان‌های شیراز مخفی شده بود. به گزارش رسانه‌های ایران روز گذشته ماموران پاسگاه بیدرز با چند نفر مهاجم درگیر شده و در ادامه این درگیری رنجبر در اثر اصابت سلاح سرد از ناحیه گردن کشته و یک سرباز هم مجروح شد. در پی کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در شیراز، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی گفت قوانین موجود به کارگیری سلاح توان عملیاتی را از پلیس سلب می‌کند. مهدی حاجیان قوانین به کارگیری سلاح را مربوط به 20 سال پیش دانست و گفت اگر پلیس در صحنه جرم از اسلحه استفاده کرد باید اثبات کند که در چه وضعیتی قرار داشته که از اسلحه‌اش استفاده کرده، یعنی بعد از یک عملیات باید وارد پروسه‌ها و درگیری‌های قضایی، بازجویی، بازخواست و سوال و جواب شود. روز گذشته هم نماینده شیراز در توییتی از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست کرد پیشنویس اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح را تهیه کند. در پی کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در شیراز، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و فرمانده سابق ناجا با انتشار توییتی از ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی خواست در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز قانون استفاده از سلاح برای مأموران نیروی انتظامی را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد. موسا برزین، حقوقدان از آنکارا همراه ما هستن. آقای برزین، قانون فعلی استفاده از سلاح برای ماموران پلیس مربوط به سال 73 است. کمی بیشتر در رابطه با این قانون برامون توضیح میدید. بله، ببینید، این که یک مامور پلیس کشته بشه طبعا امر محکومیه، اما این نباید ارتباط داشته باشه با قانون نحوه به کارگیری سلاح. این قانون در سال 73 تصویب شده، به طور کلی ضوابط تیراندازی نیروهای مسلح بر مردم رو هنگام برخورد، هنگام تظاهرات و غیره را پیش بینی کرده. خب در نوع خودش گرچه ضعفایی داره، ولی به هر حال به نحوی امنیت مردم رو تضمین میکنه و این اجازه رو نمیده که نیروهای مسلح به صورت دلخواه بتونن به سوی مردم شلیک کنن.
الان در حال حاضر چه شد که به ناگهان خواستار تغییر این قانون شدن و اگر این قانون تغییر بکنه در حقیقت چه اختیاراتی رو به ماموران نیروی انتظامی میده و خود ماموران خواهان چه اختیاراتی هستن؟ بله ببینید، خب قانون در سال 73 تصویب شده، رفته رفته برخورد مردم با نیروهای مسلح افزایش پیدا کرده، به خصوص در تظاهرات ها، و پیش بینی میشه این برخورد ها هم بیشتر از این بشه. خب به هر حال آقایون به این فکر هستن که قوانینی که میتونه دست و پاگیر باشه رو بتونن حذف کنن. خب در اون قانون اشاره شده که اولا تیراندازی باید در مواقع ضروری باشه، دوما مراحلی داره، تیر هوایی، تیر کمر به پایین و بعد تیر کمر به بالا، و اون هم گفته شده تیراندازا باید آمادگی روانی و فیزیکی لازم رو داشته باشن و این آموزش‌های لازم رو دیده باشن. خب ما در تظاهرات ها به خصوص مثلا در 98 شاهد بودیم که بیشتر کشته شدگان در آبان از ناحیه سر یا قلب مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. خب در صورتی که اگر میخواستن این قانون رعایت بشه، شخصی که میتونه به مستقیم به سر یکی شلیک کنه حتما هم میتونه به اون شلیک کنه. بنابراین در این قوانین آقایون فکر میکنن که مواردی هست که اختیاراتشون رو محدود میکنه، از طرف دیگه باعث میشه که بعد از تیراندازی دردسرهای حقوقی برای اون مامورای تیرانداز به اصطلاح ایجاد بشه. بنابراین به نظر میرسه که در صدد حذف اون محدودیت ها و اون دردسرها برای نیروهای مسلح هستن، و یا شاید میخوان یه اطمینان خاطری به نیروهای مسلح بدن که خب بعد از اصلاح قانون راحت تر بتونن که شلیک کنن. در حقیقت در رابطه با همین اصلاح قانون، برخی میگن که نیروی انتظامی خواهان اینه که پس از استفاده از سلاح مورد بازجویی های قضایی قرار نگیره. چقدر این ادعا درسته؟ بله خب ببینید، در بعضی موارد پرونده های تشکیل میشه از طرف اولیای دم، یا اگر شخص مجروح شده باشه از طرف خودش میره در دادگاه های نظامی. خب گرچه که در بعضی موارد دادرسی عادلانه بوده، طرف تیرانداز محکوم شده، ولی این محکومیت ها خیلی درصد پایین پرونده های ورودی به دادگاه ها با این موضوع رو داشته، یعنی در اکثر موارد هم مسئله به اصطلاح به نفع نیروهای مسلح تمام شده. ولی با این وجود این هم یک بار مالی داره برای نیروهای مسلح، چون در مواردی که میگن اشتباه شده باشه باید خسارت رو خود نیروهای مسلح بده. از طرف دیگه خب به هر حال به نوعی نیروهای مسلح مجبور میشن درگیر یه پروسه حقوقی در دادگاه ها بشن. خب میشه گفت که این استدلال درسته و با اصلاح قانون اینها میخوان که پاسخگو بودن در مقابل قانون رو پایین بیاورن. ممنونم از توضیحاتتون. موسی برزین حقوقدان از آنکارا همراه ما بودید. نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. وزارت دفاع امارات متحده عربی از فعال شدن توافق نظامی این کشور با فرانسه با هدف مقابله با حمله‌های تروریستی خبر داد. این توافق بخشی از پیمان همکاری‌های استراتژیک این دو کشور است. وزیر نیروهای مسلح فرانسه پیشتر در توییتی نوشت امارات متحده عربی قربانی حملات جدی به خاک خود شده و فرانسه برای اعلام همبستگی تصمیم به تقویت دفاع هوایی این کشور دوست گرفته است. فلورانس پارلی همچنین گفت در صورت نیاز هواپیماهای جنگنده این کشور در مأموریت‌های رصد، تشخیص و رهگیری به نیروهای امارات کمک خواهند کرد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 16 نقطه را در شهرهای حجه و معرب یمن هدف حمله قرار داده است. همزمان برخی گزارش‌ها از پیشروی نیروهای ارتش یمن و بازپسگیری مواضع حوثی‌ها در شهر حرز نزدیک به مرز عربستان سعودی خبر می‌دهند. یک منبع نظامی به خبرگزاری شینهوا گفته این عملیات با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی همراه بوده است.
در حالی که آمریکا و 7 عضو دیگر شورای امنیت آزمایش‌های موشکی کره شمالی را محکوم کردند، چین میگوید این واشنگتن است که باید برای حل مشکل پیونگ‌یانگ انعطاف بیشتری نشان دهد. روز جمعه مقام‌های ارشد دفاعی آمریکا، کره جنوبی و ژاپن هم در مورد راه‌های مقابله با تهدیدهای کره شمالی گفتگو کردند. کره شمالی در اقدامی بی سابقه در ماه گذشته 7 آزمایش موشکی انجام داده است. روز جمعه و در آستانه آغاز رسمی المپیک زمستانی پکن، رؤسای جمهوری چین و روسیه برای دومین بار در 2 سال گذشته دیدار و گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ واشنگتن و متحدانش را به تسریع رقابت تسلیحاتی در منطقه اقیانوس آرام و هند متهم کرده و با گسترش ناتو در شرق اروپا مخالفت کردند. تحریم دیپلماتیک المپیک پکن از سوی آمریکا و متحدانش و بحران اخیر روسیه و اوکراین اهمیت این دیدار را مضاعف کرده است. از نبردهای دره پنجشیر تا زنانی که در لباسهای محلی رنگی می درخشند. نمایشگاه عکسی در پاریس با موضوع مردم افغانستان در حال برگزاری است. در این نمایشگاه عکس‌هایی از 6 عکاس ایران و افغان که سالها در شهرها و روستاهای افغانستان زندگی کردند به نمایش درآمده. سوفیا سخی گزارش می دهد. تاریخ افغانستان بر روایت تصویر، 6 عکاس معروف افغانستان و ایران اینجا در شهر پاریس عکس هایشان را بر نمایش گذاشتند. هر عکس بیانگر رویدادهای مختلف است، از نبرد جبهه مقاومت با شوروی تا چهره از افغانستان آباد و مترقی. تصاویری از پنجشیر تا کابل و از کندهار تا به هرات و نیمروز. برگزار کنندگان هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی چهره واقعی افغانستان به جهانیان می دانند. Main idea was to create a kind of exhibit that. اگرچه در واقعیت افغانستان روزگار سخت و تلخی داره، اما ما تصمیم گرفتیم که روی زیبایی و شیرینی زندگی افغانستان رو در این نمایشگاه به تصویر بکشیم. An Afghan face of sadness. زیبایی لباس‌های محلی افغانستان را در تصاویر از فاطمه حسینی به خوبی می‌توان دید. زیبایی‌هایی که فرانسوی‌ها را شگفت‌زده کرده است. وای چهره واقعی از زنان افغانستان را به جهانیان به نمایش گذاشته، چهره‌ای از افغانستان عاری از جنگ و خشونت. اما وای دیگر امید برای عکاسی از چهره متفاوت افغانستان را ندارد. کانسپت و می موضوع و داستان پشت عکس‌های ما از بین رفت. بخاطر از اینکه من سال‌ها برای 5 سال 6 سال تلاش کردم که برای با نمایشگاهی که داشتم با گپایی که می‌زدم بگویم که زن افغان فقط برقنه، زن افغان فقط محدودیت‌های جنگ نیست، اما باز برگشتم به این موضوع که امروز متأسفانه زنان ما پس و برقپوشی برگشتن، پس و محدودیت‌هایی که طالبان بر اونا تحمیل کرده برگشتن. تصویری از انفجار انتحار، رویدادی که جهان را تکان داد. مسعود حسینی، عکاس خبری، سالها از افغانستان تصویر برداری کرد. اما با به قدرت رسیدن طالبان و افغانستان را ترک کرد. مسعود بدین باور است که هنر دیگر در افغانستان زنده نیست. طالبان در اول جنگ خودان در اسپین بولدک، او خبرنگار رویترز، خبرنگار عکاس رویترز در اسپین بولدک وقتی که کشتن، تانک های نظامی را در روی جسدش بردن و نشان میده که این گروه تروریستی چقدر با هنر، با عکاسی، با مدنیت در واقع مشکل داره. من فکر میکنم با ادامه بودن این گروه تروریستی در رأس حکومت، ما هنر و عکاسی و همه چیز را دوباره از دست خواهیم داد. در این میان تصاویر از رضا دقتی، عکاسی ایرانی، از نبرد جبهه مقاومت با شوروی تاریخ گذشته افغانستان را برای جهان به معرفی میگیرد. افغانستان که پس از شکست شوروی وارد دوره تاریک طالبانی شد و تاریخ باز هم تکرار گردید. یک چهره دیگه، چهره جدید، چهره واقعی از افغانستان و مردم افغانستان نشون بدیم، چون که مردم اینا بفهمن که این بلایی که طالبان سر این ملت میارن، این ملت کیا هستن. تا اینا رو نشناسن نمیدونن که این بلایی که میاد سر کی هستش. الان که اینا رو میبینن
بعد میفهمن که طالبان چه نوع جنایتکارایی هستن، چه جنایتهایی میکنن و بر علیه چه آدمایی هستش. در یک ماه اخیر این سومین نمایشگاه حکاسی در پاریس است که در آن عکس‌هایی از گوشه و کنار افغانستان به نمایش گذاشته می‌شود. این نمایشگاه زیر نام خنده عاشقان حماسه افغانی به تاریخ 21 جنوری آغاز گردید الی تاریخ 2 اپریل ادامه دارد. در این نمایشگاه بیشتر از 100 عکس از عکاسان چون رضا دقتی، روشنک، فاطمه حسینی، رویا حیدری، مسعود حسینی و ناصر ترکمنی به نمایش گذاشته شد. سوفیا سخی، پاریس. یک منبع قضایی ارشد لبنانی به رویترز خبر داده لبنان نامه از مقام های لوکسانبورگ دریافت کرده که در آن خواستار اطلاعات مربوط به حساب های بانکی و دارایی های ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان شده است. سخنگوی دادگستری لوکسانبورگ و وزیر دادگستری لبنان هنوز در این مورد اظهار نظری نکردند. ریاض سلامه از ابتدای سال 1400 به اختلاس بیش از 300 میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان متهم شده است. ماه گذشته دادستان منطقه جبل لبنان حکم ممنوعیت سفر ریاض سلامه را صادر کرد و گفت پرونده سلامه در فرانسه، لوکسانبورگ، آلمان و سایر کشورها هم باز است. اما در میانه این بخش خبری همکارم الهام یزدی‌ها در بخش ورزش از سازه‌های اون برای شما میگه. سری بزنیم به دنیای ورزش. دوباره با شما خواهد. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. دومین روز دادگاه بین المللی مردمی آبان 98، یک مقام سابق قوه قضاییه گفت در زندان ما معترضان آبان همچون اسیران جنگی مفقود الاثر رفتار می‌کردند. محل برگزاری دور دوم دادگاه بین المللی مردمی آبان هستم. یکی از شاهدین گفت تحت فشار عضو بسیط شدم. گردان امام علی ما را برای سرکوب اعتراضات مردمی آبان به خیابان ها برد. آمریکا برای بازگرداندن تهران به تعهدات برجامیش معافیت‌های تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را بازگرداند. وزارت خارجه ایران اما می‌گوید این معافیت‌ها کافی نیست. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم برای ادای توضیحات به سنا احضار شد. در پی کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه، پلیس ایران خواهان افزایش اختیارات در استفاده از سلاح شد. و از نبردهای دره پنجشیر تا زنانی که در لباسهای محلی رنگی می درخشند، نمایشگاهی در پاریس با موضوع مردم افغانستان. دومین روز از دور دوم دادگاه بین المللی مردمی آبان با روایت 6 شاهد دیگر در حال اجراست. بنا به گفته تیم دادستانی دور دوم دادگاه روایت شاهدانی از اعتراض‌های آبان است که کمتر شنیده شده. به دلیل آنکه شماری از شاهدان را اعضای سابق دولت یا مقام‌های قضایی شامل می‌شوند، این دور از دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شده است. دادگاه بین المللی مردمی آبان از روز گذشته به مدت 3 روز در چرچ هاوس لندن برگزار می شود. 300 شاهد در دور اول و 116 شاهد دیگر در دور دوم جنایات آبان را روایت می کنند. تا کنون 160 تن از مقام های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل جنایت علیه بشریت در این دادگاه متهم شناخته شدند. اما به محل برگزاری این دادگاه میریم و همراه میشیم با همکارم تناز خامه که در این دادگاه الان حضور داره. تناز به ما بیشتر بگو که در اونجا چه میگذره، ساعتی هست که این دادگاه شروع شده. ممنونم فرهناز. بله، دادگاه امروز ساعت 9 صبح به وقت لندن شروع به کار کرد. تا به اینجا روایت‌های 3 شاهد رو شنیدیم. تا آخر روز که ساعت 3 بعد از ظهر گفته شده، روایت‌های 3 نفر دیگر رو هم خواهیم شنید. بخش از این دادگاه خب غیر علنیه، یعنی در واقع برای رسانه‌ها هم غیر علنیه، نمیتونیم حضور داشته باشیم. تا اینجا 3 نفری که صحبت کردن، شاهد اول شاهد شماره 84 بوده، خانمی که پسرش رو از دست داده. پسرش البته بر اثر اصابت گلوله کشته نشده.
نشده بلکه یک مدت بازداشت بوده و در طی بازداشت آنچه را که دیده انقدر فشار روحی بهش وارد کرده که باعث شده وقتی که آزاد میشه خودکشی کنه. این مادر در توضیحاتش گفت پسرش انقدر حالش بد بوده که اون رو به روانشناس برده و حتی برای روانشناس هم صحبتی نکرده. تنها جمله‌ای که گفته مادر، من در وقتی که در بازداشت در زندان بودم دیدم که 3 نفر از بازداشت شدگان رو زنده زنده در آتش سوزاندن و این انقدر تاثیر بدی گذاشته بوده که وقتی که از زندان میاد میگه من شرایطو نمیتونم تحمل بکنم، نامه‌ای برای مادرش مینویسه و خودش رو میکشه. این مادر همچنین توضیح داد که شرایط امنیتی بوده، خاکسپاری بسیار کوچیک و آرومی برگزار شده، مرتب بهشون تذکر دادن که گفتار و رفتارشون درست باشه و توجه داشته باشن. شاهد شماره بعد 426 بود که هویتش مشخص بود، آقای ابوبکر مهربانی، دایی عثمان نادری، یک کولبری که در مریوان کشته شده. ایشون گفتش که 11 نفر دیگه در مریوان کشته شدن. در صحبتاش باید تصحیح بکنم که ایشون تاکید کرد که جزو معترضان نبوده اما شرایط بسیار سختی داشته. به هر حال میدونیم شرایط کولبران در ایران مناسب نیست و ایشون هم که ناناور خانواده بوده و از خانواده کم برخوردار. شاهد آخری که صحبتاشو شنیدیم شاید اهمیت ویژه‌ای داشته باشه از نظر اینکه یکی از اعضای بسیج بود. شاهد شماره 458 شهروند عادی خودش رو معرفی کرد که در سال 98 از او خواستن که عضو بسیج بشه. ایشون گفتش در اول نپذیرفت و فکر نمی‌کرد که بپذیره، اما به خاطر شرایطی که بود و تبعاتی که میتونست براش داشته باشه، به طور مثال اشاره کرد که میتونستم از کارم اخراج بشم یا شرایط قانونی برام به وجود بیاد، برای همین پذیرفتم که عضو بسیج بشم. ایشون گفت عضو گردان امام علی شدم. گردان امام علی خب میدونیم که تحت سپاه هستش، بخشی از بسیج، و بیشتر برای سرکوب اعتراضات ازشون استفاده میشه. ایشون گفتش وقتی که آبان 98 شد انقدر شرایط به هم ریخته بود که اونها خیلی سرگردون شدن و همه ما رو جمع کردن و گفتن که باید بریم و برخورد بکنیم و سرکوب بکنیم اعتراضاتو. چیزی که توجه من رو جلب کرد این بود که از گروه‌های نابرخوردار استفاده میشه برای اینکه در اعتراضات و سرکوب مردم ازشون استفاده بشه. حالا ما منتظر میبونیم که شهادت‌های دیگران رو هم بشنویم. در بخش‌های بعدی خبر حتما به تو برمیگردم با جزئیات بیشتری که خواهیم داشت. ممنونم از تو. هم طناز خامه که از محل برگزاری دادگاه مردمی آبان همراه ما بودی. همونطور که گفتی در طول این مجموعه خبری حتما با همکارم طناز همراه خواهیم شد تا جزئیات بیشتر رو از او بشنویم. اما فاطمه دادوند از دیگر شاهدان دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان بود. دادوند مادر 3 فرزند از آذربایجان غربی است که در اعتراض‌ها بازداشت و وادار به اعتراف اجباری شده است. دادوند از هجوم نیروهای امنیتی به محل سکونتش و بازجویی و شکنجه‌های دوران بازداشت گفت. اما خود خانم فاطمه دادوند از معترضین اعتراضات آبان هم اکنون از ترکیه همراه ما هستند. خانم دادوند خیلی خوش آمدید به برنامه ما. به ما بیشتر بگید که چه شد که در این دادگاه شرکت کردید به عنوان شاهد و روند این دادگاه رو چطور دیدید؟ سلام، وقتتون بخیر. اصلاح میکنم، فاطمه دادوند هستم از شهرستان بوکان، مادر 3 فرزند هستم. دادگاه عالی بود، خیلی خوشحالم که تونستم تو این دادگاه شرکت کنم و چیزی جز حقیقت و بیان حقیقت نبوده و اینکه این حقایق رو به گوش جهانیان برسونید آرزوی من بود، آرزوی خودم بود. خانم دادوند، چه شد که این دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد این دورش؟ من در جریان نیستم چون من زندان بودم. زمانی که آزاد شدم با پابند الکترونیکی بودم. وقتی از من خواستن همون زمان در خونه در ایران با همون پابند الکترونیکی من مصاحبه کردم. البته گذاشتم که توی وقت دیگه بهتری بتونم صحبت کنم و زمانی که به ترکیه اومدم خودم اعلام کردم که اینجا هستم و اگه امکانش هست میخوام توی این دادگاه شرکت کنم و خودشون تماس گرفتم و شرکت کردم. چه صحبت‌هایی رو در دادگاه بیان کردین؟ کمی برای ما توضیح میدین از حرفایی که در اونجا دارد. بله، این که در 26 آبان 98 چه فاجعه‌ای در ایران رخ داد و شهرها کلن چطور متشنج شد و این گران شدن نرخ 3 برابری بنزین و تورم بالا و اینا بهانه‌ای بود برای این که ما بیایم در صحنه و دیگه بعد 42 سال حق خودمون دونستیم. البته ما همیشه در حال اعتراض هستیم، ولی اینکه یه اعتراض مسالمت آمیز بود و اونها به این شیوه اعتراض را به
جنگ و کشتار جوان ها کشاندن متاسفانه، چون حرف ما حرف دل مردم، حقیقت زندگی روزمره همه انسان ها به خصوص خود شخص خودم با این زندگی با این وضعیت بد جامعه درگیریم. اینکه مأمورین با این نوع رفتار با فرستادن مثلا گاز اشکاور تیراندازی که از اینجای من رد شد، اینکه زمان دستگیری بدون هیچ برگی بدون مأمور خانم وارد خانه شدن، حدود 40 نفر برای یه نفر شخص عادی جای تعجب داره. این که همه مسلح بودن، دوربین داشتن، که بچه ها تا چه حد ترسیدن و شکنجه هایی که در اطلاعات و در اتاق بازجویی از من شد. البته دیروز چند مورد رو یادم رفت برم، ولی واقعا شکنجه شدم، واقعا در وزارت اطلاعات از لحاظ روحی روانی شکنجه شدم. پسرم 14 سال، پسر 14 سالم به اسم آریا، که در بدترین شرایط ایشونو کتک زدن با باتوق و وضعیتی خیلی خیلی بد و مجبور شدیم که ایرانو ترک کنیم. همون مواردی رو که الان بهشون اشاره کردین که فراموش کردین در دادگاه دیروز بیان بکنید، الان برای ما بیشتر در اون رابطه توضیح میدین؟ حتما. یکی از این موارد از 3 تا بازجویی، یکیش آقای علی پور بود، یکیشون یه آقای کرمانشاهی بودن که من فامیلیشو نمیدونم. ایشون یکی از روزهایی که از من بازجویی میکرد گوشی دوربینو اینجوری به من نشون داد، گوشه اینو میشناسید؟ گفتم بله. اول فاصله زیاد بود تا آورد جلو، دیدم آقای سلیمانی، قاسم سلیمانی رو به من نشون داد و به این صورت که ایشون قلب ما هستن، ما برای این چه کار میکنیم. گفتم این موضوع به من هیچ ارتباطی نداره. و بعد از آقای روح الله زم خواستن، نه که من آیا در کانال ایشون فعالیت دارم، اسم کانال رو گفتن، اسم شخص رو نگفتن. گفتم من اصلا این کانال رو نمیشناسم و ازم خواستم بپرسن من آقای روح الله زم رو میشناسم و منو ارتباط بدن حتی به ایشون. من اینو یادم نبود که بیان کنم. و بعد اینکه برخوردهایی که ایشون به ما میکردن، توهینهایی که از لحاظ ناموس، از لحاظ چطور بگم، اینکه ما شما رو میشناسیم که شخصیت شما، در حالی که من خودم مادر 3 فرزندم و اینا میخواستم به صورتی یعنی تخریب شخصیت ما بکنن، که بله ما مثلا با افراد با مرد در ارتباطیم، البته برای من مرد و زن فرقی نداره، ولی اینا به این از این استفاده میکردن که من با افرادی به خصوص برادرزادم مهدی داور یا همون متین که در عراق هستش و ایشون 17 سال بیشتر نداشتن اون زمان، از من میخواستن که اینو به سلیمانی بیارم و تحویل ایشون بدم، یا اینکه آقایان دیگه ای که جایز نمیدونم حالا اسمشون رو ببرم، از من میخواستن این همکاری رو داشته باشم. کسی که برادرزاده منم، گفتم من 3 تا بچه دارم و متین بچه 4ممه، یعنی اینا میخواستن من متین رو تحویل ایشون بدم، در حالی که این اصلا با خون و شخصیت و چیز ما یکی نیستش. اینکه اینا از ما سوء استفاده کردن، به من از من فیلم گرفتن، در حالی که به من نگفتن اینا شبکه 23 هستش. همونجا من فکر کنم آقای ملا یوسفی اون خبرنگار متوجه ایشون شدم، به من گفت، من گفتم شما آشنایید، ولی نمیدونستم شبکه 23. همون لحظه اینا به صورت ساعت 23 پخش کردن. وقتی رفتم زندان همه منو میشناسن. و اینکه از آقای بوستانی از همینجا اگه باشه، من یه شکایتی از ایشون به این که اسم فاطمه کاراته، برچسب کاراته را به من القا کردم، به چه دلیل من نمیدونم. من هیچ وقت این اسمو نشناسم. این پسفند مال این ماموران خودشونه، مال خواهران زینبی خودشونه. خواهش میکنم این برچسب رو هیچ وقت در گوگل سرچ میکنم، حالم به از این برچسب که میبینم حالم خراب میشه. از شما خواهش میکنم این برچسب نباشه. بعد اینکه اینو آقای بوستانی همون لحظه به من نسبت دادن و این شد چیز من. و اینکه چقدر من و خانوادم، یه تماس 2 دقیقه‌ای با پسرم داشتم که 8 سالش بود اون زمان، به من گفتم با پسر 8 سالت حق نداری با زبان کردی حرف بزنی، با زبان فارسی، که پسر من متوجه نمیشد من دارم چی میگم. 2 دقیقه بیشتر نتونستم با ایشون صحبت کنم و تا 3 روز اینا نقش بازی کردن که منو کشتن، در حالی که سناریوی خود اطلاعات بود. و بعد خودشون زنگ زدن به شوهرم که بله خانمتون در وزارت اطلاع هستش. 4 ماه من در زندان بدون ملاقات بودم، 2 بار در زندان توسط خانم خوش سیرت و آقای سهرابی در میان برف دستبند و پابند بین 4 تا اتاق منو دستبند و پابند زدن میان برف از صبح تا ظهر. و یک روز در کل زندان جلوی همه زندانیان، فقط به خاطر اینکه غرور و شخصیت ما رو بشکنن. اینا مطالبی بود که دیروز یادم رفت برم بگم.
و از شما متشکرم که اگه بتونید صدای ما باشید. ممنونم از شما خانم داوند، فاطمه داوند، از معترضین اعتراضات آبان و از شاهدان دادگاه مردمی آبان که از ترکیه همراه ما بودید. خیلی ممنونم از شما. خواهش میکنم. بر اساس گزارش‌ها و مشاهدات میدانی، برنج یکی از کالاهایی است که قیمت آن در سال جاری چندین بار افزایش داشته. قیمت هر کیلو برنج ایرانی به مرز 100 هزار تومان رسیده و این در حالی است که رئیس مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی هم از برگزاری نشست فوق‌العاده قرارگاه امنیت غذایی خبر داده. این موضوع در بین کاربران رسانه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. همکارم نوشین خانی اینجاست تا بیشتر در همین رابطه بگه. نوشین، کاربران در این مورد چی میگن؟ فرناز، کلن واکنش ها نسبت به این گرونی ها و سخت در شدن زندگی و معیشت مردم در ایران بسیار گسترده است. تا جایی که روزنامه کیهان هم امروز بهش پرداخته، من جزئیات بیشترش رو اینجا خواهم گفت. مهمترین چیزی که کاربرها بهش اشاره میکنن اینه که سفره مردم داره روز به روز کوچیک‌تر میشه. کاربرها میگن که این چیزها، این اقلام و کالاهایی که اینطوری دارن گرون میشن، نیازهای اولیه یک انسان هست برای زنده موندن که حالا به اون هم دیگه دسترسی ندارن، یا لااقل دست رسیشون داره سخت تر میشه. من یک بخشی از واکنش ها رو اینجا مرور میکنم. این روزها قیمت برنج و گوشت و سیب زمینی رکورد میزنه و کاربرها میپرسن با این گرونی ها چطور قرار زندگیشون رو بگذرونن. کاربران میگن گوشت گرون شده، تخم مرغ گرون شده، شکر گرون شده، سیب زمینی و برنج هم گرون شده، خودرو هم همینطور. اما تنها چیزی که تغییر نکرده، توجیهات و دلایل کلیشه‌ای مسئولان برای گرونی ها و سطح درآمد خانوارهای کارگری و کارمندیه. کاربری نوشته جهت اطلاع آقای رئیسی، گوشت گوسفند کیلوی 230 هزار تومان، برنج در مرز کیلوی 100 هزار تومان، مرغ کیلوی 35 هزار تومان و حبوبات، میوه و سبزیجات هم که سر به فلک میکشه. سمیرا میگه هر جای دنیا بگی کشور تولید کننده برنج، اما مردمش فقط یک کیسه 10 کیلویی اون رو 1 میلیون میخرن، قطعا بهت آدرس روانشناس میدن. کاربر دیگه هم نوشته سیب زمینی به عنوان کالای جانشین برای برنج داره به سرعت گرون میشه. بعد از سیب زمینی قطعا نوبت به نون میرسه. مثل زمان قحطی شده. هر کی هر چی میتونه رو داره انبار میکنه. این کاربر در آخر میگه شبیه فیلم‌های آخرالزمانی شده. گروهی از کاربرها به قرارداد جهاد کشاورزی و قرارگاه خاتم برای تولید برنج اشاره می‌کنند. بر اساس این قرارداد قراره یه دوره 5 ساله از محل تهاتر نفت 3 میلیارد دلار به این کار اختصاص پیدا کنه. کاربری عکس یکی از فرماندهان سپاه رو منتشر کرد و نوشته در سفر رئیسی به گیلان طرحی برای واگذاری بازار برنج به سپاه تصویب شد. درست از بعدش قیمت شروع کرد به پرواز، وگرنه اتفاق دیگه ای نیفتاده در کشور که بخوان قیمت رو بالا ببرن. یه فعال محیط زیست هم میگه رشد سرسام‌آور قیمت برنج تنها سفره و کام خانوار ایرانی رو تلخ نکرده، بلکه گمان میره که سیاست‌های ضد محیط زیستی در آینده برای کشت برنج و بهره‌وری از منابع آب ادامه پیدا کنه. بعد از خبر قرارداد جهاد کشاورزی با خاتم الانبیا برای تولید برنج، قیمت باز هم افزایش پیدا کرد. وحید هرآبادی به گزارش روزنامه کیهان اشاره کرده و میگه کیهان گفته سیب زمینی 15 هزار تومنه، ولی نسبت به سایر کالاها گرون نیست. راست میگه دیگه، نسبت به برنج 93 تومنی 15 تومن چیه؟ منتها میدونین اینجور حرف زدن از چی نشأت میگیره؟ از اینکه از خودت از برخورداری مطمئنی و گمان میکنی هر چی هم بشه به ما که آسیب نمیرسونه، پس مالمون رو بکشیم. کاربری به اسم پدرام نوشته برنج کیلویی 100 هزار تومان از ناکارآمدی نیست. ما باید فقیر و فقیر و فقیرتر بشیم و دارن با کارآمدی تمام این هدف رو دنبال میکنن. بحث این دولت و اون دولت هم نیست. این استراتژی کلی حضراته. هانیه موحد هم میگه صدیقی، خطیب جمعه تهران گفته آقای رئیسی شب و روز نداره، انشالله به همین زودی پیروزی در اقتصاد هم خواهیم داشت. این کاربر میگه چرا که نه،
سر به فلک گذاشتن قیمت برنج و سیب زمینی احتمالاً از نشونه های همین پیروزیه و در نهایت هم کاربری نوشت قیمت خونه تو پایین ترین نقطه تهران متری 6 میلیون تومان شده، هر کیسه برنج هم 1 میلیون تومان، کلی خرج و مخارج دیگه هم هست که از اینا بدتره، اما حقوق و درآمد هنوز تو سطح 6-7 میلیون تومانه، چطور قراره بگذره این زندگی؟ در ادامه برمیگردم به فرهناز. ممنونم از دانوشین که اینجا همراه ما بودید. و ما در ادامه مجموعه خبری و تا دقایق دیگر به بازگشت برخی معافیت‌های تحریمی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازیم. همزمان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به سنا احضار شده. بیننده و شنونده مجموعه خبران امروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. دومین روز دادگاه بین‌المللی مردمی آبان 98، یک مقام سابق قوه قضاییه گفت در زندان با معترضان آبان همچون اسیران جنگی مفقود الاثر رفتار می‌کردند. آمریکا برای بازگرداندن تهران به تعهدات برجامیش، معافیت‌های تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را بازگرداند. وزارت خارجه ایران اما می‌گوید این معافیت‌ها کافی نیست. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم برای ادای توضیحات به سنا احضار شد. در پی کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه، پلیس ایران خواهان افزایش اختیارات در استفاده از سلاح شد. و از نبردهای دره پنجشیر تا زنانی که در لباسهای محلی رنگی می درخشند، عکسهایی از رضا دقتی در نمایشگاهی در پاریس با موضوع مردم افغانستان. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در واکنش به اعمال بعضی از معافیت‌های تحریمی برنامه هسته‌ای ایران از سوی دولت بایدن گفت آمریکایی‌ها باید حسن نیت خود را در عمل و به صورت عینی نشان دهند. امیرعبداللهیان افزود در برخی از بخش‌ها توافقاتی حاصل شده و تیم مذاکره کننده ایران به دنبال اخذ تضمین‌های ملموس از طرف‌های غربی است. از سوی دیگر سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اعمال این معافیت‌های تحریمی را ناکافی خواند. شب گذشته دولت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بعضی از معافیت‌های تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران که در دوره ریاست جمهوری ترامپ متوقف شده بودند را دوباره اعمال کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد هدف از این معافیت‌ها تسهیل گفتگوهایی است که به انعقاد یک توافق برای بازگشت به برجام کامل برجام و ایجاد زمینه برای بازگشت ایران به تعهدات خود در برجام کمک کند. با این حال نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتی نوشت تا تهران به تعهدات هسته‌ای خود برنگردد تحریم‌های ایران لغو نخواهند شد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را فرا خواهد خواند تا در یک جلسه محرمانه به سوالات سناتورها در خصوص جدیدترین تحولات مذاکرات وین پاسخ دهد. پیشتر باب منندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا از جو بایدن خواسته بود مذاکرات با ایران را متوقف کرده و با اجرای دقیق تحریم‌های ایران رویکرد سختگیرانه‌تری در قبال این کشور اتخاذ کند. در همین رابطه اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توییتی نوشت حق قانونی ایران برای ادامه تحقیق و توسعه و حفظ توانمندی‌ها و دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای با هیچ توافق قابل محدود شدن نیست. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن همراه ما هستن. آقای مهدوی آزاد ابتدا بگید که معنای این معافیت‌هایی که اعمال شده دقیقاً چه هست و چه امکانی به جمهوری اسلامی میده؟ بله اولا بگم من دیدم توی کلاب هاست که جاهای درست صحبت از این میشه که آمریکا تحریم های ایران رو لغو کرد، چون چیزی اصلا درست نیست. در واقع آمریکا خوب یا بد تا به حال هیچ تحریم از ایران رو لغو نکرده. بحث بر سر این هست که موقعی که برجام امضا شد برای در واقع مداخله همکاری در بخش از پروژه های صلح‌آمیز اتمی ایران دولت اوباما یه معافیتی صادر کرد برای همکاری خارجی. عمدتا شرکت های چینی هستند، یکی دو تا شرکت روسی، یکی دو تا شرکت اروپایی مشخصا
فرانسوی. این در واقع معافیت ها رو دولت آقای ترامپ حدود دو سال بعد از اینکه از برجام خارج شد، یعنی می 2020 لغو کرد. سه تا بخش مهم داشت در واقع این معافیت ها. اولیش در مورد بازطراحی و ساخت راکتور عراق بود. راکتور عراق اون ورژن قبلیش بیشتر برای پلوتونیوم بود، یکی از موضوعات برجامی بودش که این راکتور رو عوض کنن، یه شکل دیگه باشه. توی ساخت این اول البته قرار بود آمریکایی‌ها کمک کنن، بعدن گفتن نه چینی‌ها دارن همکاری میکنن، یه شرکت فرانسوی هم هست. این رو دولت آقای ترامپ در واقع لغوش کرد، بنابراین راکتور عراق ساختش خوابید. مسئله دوم بس راکتور تهران بود. در راکتور تهران بر اساس اون معافیت‌هایی که بعدن لغو شده بود، کسی حق نداشت به راکتور تحقیقاتی تهران که کارش در واقع تولید رادیو ایزوتوپ‌ها هست و کار پزشکی، حق نداشت سوخت بده. یکی از استدلال‌های تهران برای اینکه غنی‌سازی 20 درصدی می‌کرد این بودش که میگفت آقا ببینید راکتور تهران که فقط باش ما رادیو دارو درست می‌کنیم، خب اینم سوخت 20 درصد می‌خواد، الانم دولت آمریکا لغو کرده ما نمی‌تونیم از جایی بخریم، پس می‌مون خودمون تولید می‌کنیم. و مسئله سوم مسئله پسماند، انتقال پسماند سوخت‌ها بود. اینجا مشخصاً برمیگرده به روسیه و نیروگاه اتمی بوشه. اگر اخبار دنبال کرده باشید همین چند ماه پیش نیروگاه اتمی بوشه دوباره برای دو سه روز از کار افتاد. خیلی مشکل داره نیروگاه اتمی بوشه. طبق توافقنامه اتمی ایران روسیه که بعد برجام هم تاییدش کرده، در واقع روسیه سوخت نیروگاه اتمی بوشه رو میداد و پسماندش رو میگرفت که مطمئن بشه ایران بمب نمیسازه. دولت ترامپ این رو پس گرفت این معافیت رو، و به همین خاطر روسیه مجبور شد که این ماه در واقع از برخی از تعهداتش توی نیروگاه اتمی بوشه عقب بشینه. بنابراین مجموعاً کاری که آمریکا کرده این هستش که در سه حوزه بوشهر، نیروگاه اتمی تهران و نیروگاه عراق اجازه داده شرکت‌های خارجی همون کاری که قبلا طبق برجام می‌کردن رو دوباره انجام بدن. اما آیا این تأثیر مثبتی بر روی روند مذاکرات برجام می‌گذاره یا نه؟ ببینید یه نشانه سیاسی است از یک طرف، این به حال یه علامت سیاسی است از اینی که آمریکا آماده هست فعالیت ها و پروژه اتمی ایران رو به رسمیت بشناسه. یک از چیزایی که آقای خامنه‌ای در موردش خیلی پوز میداد، دولت آقای روحانی هم پوز میداد، این بودش میگفت ما طبق برجام غرب رو وادار کردیم که ماهیت برنامه اتمی در ایران رو بپذیره. بنابراین بود سیاسی داره، بود پروپاگاندا داره. گفتم همچون که الان میبینید در برخی از رسانه‌ها دارن میگن آمریکا عقب نشست، آمریکا نمیدونم از تحریم‌ها رو خودش لغو کرد. بعید هم نیست یا آقای خامنه‌ای چند روز بعد بیاد سخنرانی کنه ببینید استادگی مقاومت باعث شد آمریکا خودش بره عقب و مثلا برخی از تحریم‌ها رو برداره. برای بار پروپاگانداشون برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه، مخصوصا در دولت آقای رئیسی که میخواد بگه که ما با زور تونستیم از غربی‌ها امکاناتی بگیریم. در یه سری حوزه‌ها هم تاثیرات تکنیکی داره، مهمترینش نیروگاه اتمی بوشهر. ایران الان به برق نیاز داره، کمبود برق داره. اون در واقع لغو معافیت‌ها باعث شده نیروگاه اتمی بوشهر دچار مشکل جدی بشه. الان روس‌ها راحت‌تر میتونن با ایران همکاری کنن. راکتور عراق رو ایرانی‌ها راحت‌تر میتونن الان راه اندازی بکنن، هرچند که اون روی سکش هم هست و تسهیل میکنه چانه زنی ها رو. یعنی موقعی که با این معافیت ها ایران امکان خروج مثلا اورانیوم غنی شده یا فروش اورانیوم غنی شده شو به دست بیاره، همین بخشی از گره های مذاکرات برجام رو باز میکنه، به ایران اجازه میده که پشت پرده طور دیگه ای رفتار کنه. ببینید یه جمله کلیدی بگم، تمام سیاست تبلیغاتی ایران امروز این هست که بگیم ما اول باید در واقع راستی آزمایی کنیم، این دستور رهبری حکومت، راستی آزمایی کنیم بعد برمیگردیم به برجام. در واقع این جور معافیت ها به ایران اجازه میده که بدون اینکه از حرفش عقب بشینه بتونه یه سری از خواسته های آمریکا رو انجام بده، یه سری از درخواست ها و پیش فرض های آمریکا، پیش شرط های آمریکا برای برجام انجام بده و اون رو به اسم عقب نشینی برای خودش نگذاره، بلکه به اسم مثلا فروش اورانیوم یا فروش اورانیوم غریب شده به کشورهای غربی توضیح بده. ممنونم از توضیحاتتون. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن همراه ما بودیم. بر اساس اخبار رسیده به ایران اینترنشنال، ارتش اسرائیل در حال آماده سازی برای جنگ مستقیم با نیروهای سپاه قدس در سوریه و نیروهای نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان است. بر اساس این خبر، ارتش اسرائیل در ماه اردیبهشت آینده یک رزمایش نظامی گسترده را در مرزهای این کشور با سوریه و لبنان آغاز می‌کند. پیشتر رسانه‌های اسرائیل گفته بودند در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، نیروهای وابسته به ایران حملات گسترده‌ای را در مرز اسرائیل آغاز خواهند کرد. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه ماست تا بیشتر به همین موضوع پردازیم. بابک، تا چه حد امکان یک درگیری نظامی گسترده بین ارتش اسرائیل و نیروهای سپاه قدس در سوریه وجود دارد؟
در اسرائیل تخمین بر این است که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و حملات بیشمار جنگنده های اسرائیلی در سوریه بر علیه نیروهای نیابتی ایران، دیگر اون قدرتی که در پیش از این در دست نیروهای نیابتی ایران در سوریه بود و همچنین سپاه قدس وجود نداره، اما هنوز اونها در حال حاضر خطر جدی برای امنیت اسرائیل به حساب میان. در حال حاضر پس از اینکه تهدیدات اسرائیل در چند هفته گذشته بیشتر شده نسبت به جمهوری اسلامی ایران، در اسرائیل گفته شد که اگر این تهدیدات عملی بشه و اسرائیل به صنایع هسته‌ای ایران حمله بکنه، اولین واکنش ایران میتونه حملات موشکی از طریق شمال اسرائیل از مرز سوریه و لبنان به سوی اسرائیل باشه و حتی این امکان وجود داره که در یک درگیری و نزاع گروه‌هایی از این نیروهای نیابتی که امروز در پشت مرزهای اسرائیل هستند وارد اسرائیل بشن و تلاش بکنن که یکی از آبادی‌های یهودی نشین در کنار مرز را تصرف بکنن. در حال حاضر سه گروه در پشت مرزهای اسرائیل قرار دارن که از طرف ایران حمایت میشن: فرماندهی جنوب حزب الله، فرماندهی جولان حزب الله و همچنین واحد 840 سپاه قدس. در حال حاضر همانطوری که گفتید ایران اینترنشنال خبر داد که قرار هستش که یک رزمایش بسیار بزرگ و گسترده در اردیبهشت این ماه در مرزهای شمالی اسرائیل ارتش اسرائیل را برقرار بکنه. در این تمرین ها که به اون ماه جنگ گفته میشه، یک ماه کامل تمامی واحدهای ارتش اسرائیل در این رزمایش شرکت خواهند کرد و تمامی آنچه را که ممکن استش که در یک جنگ تمام عیار بین اسرائیل و نیروهای سپاه قدس و نیروهای دیگری که در سوریه و بالاخص حزب الله در لبنان هست را تمرین بکنن. و در حال حاضر آنچه که مطمئن هست این است که در حال حاضر نه حزب الله و نه نیروهای ایرانی در سوریه خواهان یک جنگ در آینده نزدیک نیستند، اما اسرائیل خودش را برای همچین جنگی آماده میکنه. بابک اسحاقی از تل آویو ممنونم. نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. هشت سازمان حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به دولت کانادا ورود آزادانه مرتضی طلایی به این کشور را پیامی خطرناک و توهین‌آمیز برای ایرانیانی دانستند که به کانادا پناهنده شدند. این نهادها همچنین با اشاره به نقش طلایی در سرکوب و شکنجه معترضان و تشکیل گشت ارشاد از دولت کانادا خواستند ضمن اقدام فوری برای تحقیق و تفحص درباره رئیس پلیس پیشین تهران اجازه ندهد این کشور به پناهگاه امن مرتضی طلایی تبدیل شود. سوی اومیکرون با سرعت بالایی در تمام نقاط ایران در حال انتشار است و درصد ابتلای کودکان زیر 12 سال به نسبت پیک‌های قبلی بسیار بالاست. فرهاد چوبدار رئیس بیمارستان علی اصغر در این رابطه گفت این مرکز ممکن است با کمبود تخت برای کودکان مواجه شود. به گفته چوبدار در روزهای گذشته شاهد ابتلای کودکان زیادی به اومیکرون بودیم. عموماً از طریق مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌ها این کودکان به کرونا مبتلا شدند. اپلیکیشن ماسک اعلام کرده به روز رسانی وضعیت رنگ بندی شهرها را متوقف کرده. سامانه اطلاع رسانی ماسک دلیل این تصمیم را توقف ارسال داده ها از سوی وزارت بهداشت اعلام کرد و گفته از این پس فعالیت اپلیکیشن ماسک تنها محدود به انتشار تجربیات دو سال گذشته خواهد بود. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری اعلام کرد بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، از این پس پروانه فعالیت رانندگانی که واکسن تزریق نکرده‌اند تعلیق می‌شود و این محدودیت تا زمان تزریق واکسن به این افراد ادامه خواهد داشت. به گفته مرتضی زامنی در حال حاضر بین 4-5% از رانندگان تاکسی هنوز واکسینه نشدند. آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس همراه ما هستند تا بیشتر همین اخبار رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر توفیقی، این اقداماتی که ستاد مقابله با کرونا در حال حاضر در این پیک جدید داره انجام میده رو آیا کافی میدونید؟
خب ببینید، عملا ما شاهد یک تصمیم گیری و اقدام مؤثر در جهت کنترل در واقع پاندمی نیستیم. همین امروز، یعنی همین لحظات قبل که نتیجه جلسه ستاد ملی کرونا منتشر شد، آقای رئیسی اونجا بیشتر یک سری بدیهیات رو فقط تکرار کرده، مثل اینکه مثلا باید مراقبت بشه که در حمل و نقل عمومی مردم کمتر آلوده بشن. خب شما این رو فقط بیان یک مسئله هست، شما به عنوان یک مسئول اجرایی میتونید مثلا بلافاصله دورکاری ها رو برگردونید، کاری که در واقع موجهای قبلی هم ما شاهد اون بودیم، یا فقط تأکید کردن بر این که مثلا در واقع وزارت بهداشت نظارت بکنه که در اماکن زیارتی پروتکل ها رعایت بشه. تجربه نشون داده که پروتکل ها رعایتش در جاهایی مثل اماکن زیارتی عملا امکان پذیر نیستش، و الان که ما داریم در بازوی بالا رونده این موج اومیکرون که بسیار هم در واقع بلند خواهد بود قرار گرفتیم، باید این مراکز رو تعطیل کرد. یا مثلا شما فرض بفرمایید اینها درسته که انتقاداتی به نحوه رنگبندی شهرها وجود داشت، اما بدون اینکه یک جایگزین مناسبی برای اون ارائه بشه، در دو خط مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفته جهت ایجاد وحدت رویه از این به بعد دیگه در واقع اپلیکیشن ماسک در واقع اطلاعاتی نمیده، دادن به معاونت تحقیقات، و تازه امروز آقای رئیسی تاکید کرده که یک رنگبندی یا یک در واقع پروتکل جدید تعریف بشه. اینها همه نشانه سردرگمی است، درست در موقعی که یکی از بلندترین موج‌ها تجربه اروپا و آمریکا رو نشون داده، داره کشور رو در واقع مواجه می‌کنه با یک شرایط بسیار شکننده. سردرگمی مسئولین جمهوری اسلامی که ناشی از عدم درک درست اونها از مقوله پاندمی و کنترل اون هستش، متأسفانه همچنان ادامه داره. به جز این، اخبار زیادی هم منتشر میشه در رابطه با بستری شدن کودکان در این پیک جدید، این رو چطور می‌بینید؟ دلیلش چیست؟ ببینید، وضعیت گرفتاری که ما در کودکان شاهدش هستیم فقط مربوط به ایران نیست. افزایش ابتلا در کودکان در همه دنیا اتفاق افتاد و میتونه در واقع بیشتر ارتباط داشته باشه با در واقع پایین بودن درصد واکسیناسیون در کودکان. و در جایی مثل ایران ما میدونیم درست در آستانه شروع این پیک جدید، بازگشایی ها و در واقع اجباری شدن حضور در مدارس برقرار شد که خود این مسئله میتونه در کنار اون افزایش سرعت انتقال و ابتلا عاملی شده باشه که کودکان رو بیشتر درگیر بکنه. ممنونم از توضیحاتتون. آلانه توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی، از پاریس همراه ما بودید. در ادامه مجموعه خبر امروزی و تا دقایق دیگر نگاهی خواهیم داشت به تلاش پلیس ایران برای تغییر قانون استفاده از اسلحه پس از کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی. بیننده و شنونده مجموعه خبر امروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. دومین روز دادگاه بین المللی مردمی آبان 98، یک مقام سابق قوه قضاییه گفت در زندان با معترضان آبان همچون اسیران جنگی مفقود الاثر رفتار می‌کردند. آمریکا برای بازگرداندن تهران به تعهدات برجامیش معافیت‌های تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را بازگرداند. وزارت خارجه ایران اما می‌گوید این معافیت‌ها کافی نیست. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم برای ادای توضیحات به سنا احضار شد. در پی کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه، پلیس ایران خواهان افزایش اختیارات در استفاده از سلاح شد. از نبردهای دره پنجشیر تا زنانی که در لباسهای محلی رنگی می درخشند. عکسهایی از رضا دقتی در نمایشگاهی در پاریس با موضوع مردم افغانستان. یک روز پس از کشته شدن علی اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز که در درگیری با یک سرنشین خودرو با سلاح سرد کشته شد، فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری متهم به قتل خبر داد. روحانبخش حبیبی پس از اعلام این خبر گفت این فرد در روستایی در یکی از شهرستانهای شیراز مخفی شده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، روز گذشته ماموران پاسگاه بیدزرد با چند نفر مهاجم درگیر شده و در ادامه این درگیری رنجبر در اثر اصابت سلاح سرد از ناحیه گردن کشته و یک سرباز نیز مجروح شد.
در پی کشته شدن این مأمور نیروی انتظامی در شیراز، ابراهیم رئیسی خواستار پشتیبانی حقوقی و قضایی از اقدامات پلیس شد. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و فرمانده سابق ناجو هم با انتشار توییتی از ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی خواسته در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز قانون استفاده از سلاح برای مأموران نیروی انتظامی را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد. در همین رابطه سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی گفته قوانین موجود به کارگیری سلاح توان عملیاتی را از پلیس سلب می‌کند. مهدی حاجیان قوانین به کارگیری سلاح را مربوط به 20 سال پیش دانست و گفت اگر پلیس در صحنه جرم از اسلحه استفاده کرد باید اثبات کند که در چه وضعیتی قرار داشته که از اسلحه‌اش استفاده کرده و پس از یک عملیات باید وارد پروسه‌ها و درگیری‌های قضایی، بازجویی، بازخواست و سوال و جواب شود. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و بنیانگذار جنبش راه سوم همراه ما هستند. آقای شعله سعدی، قانون فعلی استفاده از اسلحه برای پلیس میدونیم که مربوط به سال 73 است، اما چه شده که الان هم پلیس و هم قوه قضاییه خواهان این هستند که این قانون تغییر بکنه؟ به نظرم چند عامل سبب شده که این درخواست ارائه بشه. یکی همین حادثه است که دیروز فریروز اتفاق افتاده در شیراز و یک سروان توسط یک متهم کشته شده که البته ظاهراً در متاسفانه به نظر میرسه که ارتباطمون با شما مناسب نیست. آقای شعله سعدی، تلاش خواهیم کرد که در ادامه این برنامه ارتباطمون رو با شما برقرار بکنیم. ممنونم از شما. قاسم شعله سعدی، حقوقدان، همراه ما بودید. اما در اینجا نگاهی میکنیم به مطالب منتخب روزنامه های ایران. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما هستم. علی، داشتیم در خصوص همین استفاده از سلاح گرم توسط ماموران نیروی انتظامی صحبت میکردیم. این موضوع خیلی در روزنامه ها هم ظاهرا بازتاب داشته. کمی بیشتر برامون میگی؟ آره، خیلی بازتاب داشته. تقریبا میشه گفتش که اکثر روزنامه های صبح امروز به این موضوع پرداختن. مثلا روزنامه ابتکار صحبت های محمد باقر قالیباف رو انعکاس داده با این تیتر که مجلس آمادگی داره که قانون به کارگیری سلاح رو خارج از نوبت در مجلس رسیدگی کنه. آقای قالیباف خودش سابقا فرمانده نیرو انتظامی بوده، اون نقل قول مشهور ازش که گازنباری باید حمله کرد و همه را زد یاد خاطر همه هست. الان آقای قاسم شعله سعدی حتما به این موارد اشاره میکنن، ولی من نگاه کردم قانون استفاده از سلاح رو. ماده 3 این قانون میگه که پلیس اختیار داره که اگر فردی با سلاح سرد یا سلاح گرم به او حمله کرد از اسلحه‌اش استفاده کنه، یعنی صراحتاً این رو گفته. خب در این اتفاق هم متهم از سلاح سرد استفاده کرد. حتی در تبصره 3 همین قانون گفته شده که اگر حتی اون فرد مهاجم مسلح هم نبود، یعنی سلاح سرد و گرم هم نداشت، اما نیروی انتظامی تشخیص داد که باید از سلاحش استفاده کنه، مجاز هست که این کار رو بکنه. تمام این اتفاقات الان برمیگرده به این که میخوان همون پروسه قضایی رو که بعد از استفاده از سلاح در واقع نیروی انتظامی باید طی کنه رو، این رو کاملا بردارن و از بین ببرن. چرا؟ چون بیشتر استفاده نیروی انتظامی از سلاح در اعتراضات مردمی، همونطور که میدونیم مثلا در آبان 98 بنا به گزارش هایی که خبرگزاری‌های مثل رویترز منتشر کردن 1500 نفر در یک هفته توسط نیروهای نظامی و انتظامی ایران کشته شدن و هیچ روند پاسخگویی هم نه. حالا اینو میخوان قانونیش کنن، یعنی با توجه به این اتفاقی که افتاد و یک نفر اونجا کشته شد، میخوان این رو به مجلس ببرن و این روند رو در واقع از بردارن و نخوان که نیروی انتظامی به قوه قضاییه پاسخگو باشه. اما روزنامه وطن امروز هم به این موضوع پرداخته و عکس در واقع فرزند این نیروی انتظامی رو که مامور نیروی انتظامی رو که کشته شده انداخته و کسی که متهم هست به قتل. خیلی منتقد بودن به این قضیه از دو جنبه. اول اینکه خب این بچه حقوق کودک رعایت نشده،
24 ساعت از کشته شدن پدرش گذشته، او را آوردن با کسی که متهم به قتل هست روبرو کردن و خب این تاثیر مخرب روانی زیادی روی این بچه میذاره. چه کسی پاسخگوی این قضیه خواهد بود؟ از طرف دیگه اون کسی هم که گرفتن هنوز متهمه، یعنی نه کیفرخواستی صادر شده، نه دادگاهی رفته، نه جایی متهم شده، ولی آوردن عکسش رو چاپ کردن، با این بچه هم روبروش کردن که اینم مورد انتقاده. اینکه تصویرش رو هم حالا در صفحه اول روزنامه بله بله کردن. چیزش هم هدلاینش هم از شمر اشرار، یعنی هنوز قبل از اینکه اتهام ثابت بشه وطن امروز حکم هم صادر کرده. انتقاد سومی که وارد هست، خب نیروی انتظامی میگه من با اقتدار زیاد 24 ساعت بعد از این اتفاق متهم رو دستگیر کردم. از یک بر ادعای اقتدار داره که ما در کمتر از 24 ساعت میتونیم مثلا متهم رو دستگیر کنیم، از اون ور میگه اقتدار نیروی انتظامی خدشه‌دار شده چرا که قوانین استفاده از سلاح روشن نیست و باید این اصلاح بشه. یعنی در واقع یک تناقض و دوگانگی در هم عملکرد نیروی انتظامی هم عملکرد مسئولان دیده. خیلی هم البته دم به عملکرد خود پلیس اعتراض کرده بودن که ضعیف عمل کرده و اگر کمی حرفه‌ای‌تر عمل می‌کرد شاید میتونست که از خودش دفاع کنه. خیلی خوبی اشاره کردی. خیلی از منتقدان میگن که قانون استفاده از سلاح مشکلی نداره. این آموزشیه که در واقع به نیروی انتظامی باید داده بشه که چه زمانی میتونه از سلاحش استفاده کنه و این آموزش ها داده نمیشه و به این جهته که اصلا اون کسی که کشته شده انگار اطلاع نداشته که اگر مورد حمله کسی با سلاح قرار بگیره میتونه از سلاحش استفاده کنه و این کار رو نکرده. دقیقا. خب روزنامه های دیگه چی گفتند روز در مسئله اقتصادی؟ خب میدونی که مباحث اقتصادی است. اگر روزنامه اسکناس رو داشته باشیم، روزنامه اسکناس در این گوشه به انتظار خانه‌دار شدن در تهران اشاره کرده که به 62 سال رسیده، یعنی در بر اساس یک متوسط درآمد یک خانواده شهری حساب کرده که اگر از همه چیشون بزنن و بخوام پولاشون رو جمع کنن حداقل باید 62 سال صبر کنن و پس انداز کنن تا بتونن مثلا یک مسکن کوچیکی تهیه کنن. روزنامه اقتصاد سرآمد هم به یک وجه دیگه قضیه نگاه کرده، یعنی گفته نه تنها این شدنی نیست که خونه بخرن، وضعیت اجاره بها هم خیلی اوضاعش ناجوره، به طوری که در منطقه یک تهران دیگه اجاره ریالی نیست، دلاریه. یعنی اونجا صاحب خونه ها به جای اینکه به ریال از مستاجر پول بگیرن به دلار میگیرن، چون اونجا وضعیت جوریه که توانایی مالی به نسبت سایر شهر خب بیشتره، کسانی هستن که متمکن ترن در شمال شهر و اونجا پرداخت در واقع دلاری دارن و میتونن خونه اجاره کنن. روزنامه امروز هم کارتون اولش رو اختصاص داده به همین قضیه، حیف ما حالا نصفه داریم، در واقع یک کسی اون پایین داره میمیره و میگه به نبیرم بگین که جدتون خیلی به فکر آسایش شما بود، سال 1578 بره خونهش رو تحویل بگیره و این هم اشاره کرده به همین دوره انتظار خانه‌دار شدن در تهران که 62 سال. اما یه تیتر دیگه این گوشه داره، عملیات سیب زمینی، اشاره کرده به افزایش ناگهانی کالاهای اساسی در چند وقت اخیر از جمله سیب زمینی که نسبت به دی ماه سال گذشته 100% افزایش داشته. عوامل متعددی رو بررسی کرده، یکی از عوامل رو صادرات در واقع سیب زمینی میدونه، در حالی که بازار داخلی خالی از این در واقع کالا هست اون رو صادر میکنن به کشورهای دیگه. اما روزنامه جالبتر در مورد گرانی‌ها که صحبت کرده روزنامه کیهانه، یعنی بالاخره روزنامه کیهان خیلی با لطافت پرداخته، آره پذیرفته که لااقل گرانی وجود داره ولی به قول تو خیلی با لطافت اینو پذیرفته و همه رو هم انداخته گردن دولت قبل، یعنی گفته که نه از وقتی که آقای رئیسی اومده اوضاع خیلی خوب شده. مثالی هم که زده، مثالش چیه؟ میگه که گوسفند زنده، در واقع دام زنده که گوشت قرمز رو تولید میکنه، هفته پیش کیلو 60,000 تومان بود، این هفته شده کیلو 67,000 تومان. خب 7,000 تومان خیلی نیست، یعنی مردم میتونن تحمل کنن. همین که 100,000 تومان نشده، آره الان مثلا خوبه و از نظر کیهان مثلا این خوبه. ضمن اینکه اومده مثلا بررسی کرده گفته خب این کاملا مربوط به دولت گذشته است، چرا که در واقع کسری بودجه داشته، کسری در افزایش نقدینگی داشته، سوء مدیریت داشته. بعد اومده پاسخ داده که خیلی خب حالا دولت فعلی چه کار کرده اگه اونا سوء مدیریت داشتن و کسر بودجه داشتن و افزایش نقدینگی؟ گفته دولت اومده گفته روی کالاها قیمت بذارین، خودش هم نظارت میکنه. اما خب دیگه نگفته این کجا مثلا افزایش نقدینگی رو کنترل میکنه، کجا اون کسری بودجه رو که میگی کنترل میکنه. یعنی در واقع همونجور که تو گفتی خیلی لطیف گفته آقا گرونی هست، حالا هم هست، حالا تا خیلی هم گرونتر از این نشده دیگه به خودتون فشار نیاری. در مورد روزنامه آخری هم که انتخاب کردن صدای اصلاحاته. صدای اصلاحات در واقع هنوز داره به
عواقب سفر ابراهیم رئیسی به روسیه و استقبالی که پوتین از رئیسی کرد پرداخت. خب میدونی که خیلی انتقاد بود. روزنامه صدای اصلاحات اومده استقبال پوتین از رئیس جمهور آرژانتین و همچنین از رئیس جمهور ترکیه رو گذاشته، میگه که و خطاب به آقای رئیسی گفته این استقبال هست که رئیس جمهور در واقع آرژانتین رو دست میده، بغل میکنه، با اردوغان خیلی صمیمی برخورد میکنه، ولی با تو حتی نیمخیز نشد از روی صندلی. اینجا کامل نیفتاد تصویرش، ولی اون فاصله ای که همه دیدن دیگه، همون عکسیه که آقای رئیسی این سر میز نشسته و آقای پوتین اون سر میز آدامس میجوید و خیلی هم توجهی به آقای رئیسی نداشت. اصلا جلوی در نیومدن به استقبالشون، حتی جاش بلند نشد، حتی پوتین یک کمی از جاش بلند شد و بعدم نشست شروع که آدامس جویدن، ولی در مقابل مثلا رئیس جمهور آرژانتین خیلی صمیمانه دست داد، بغلش کرد و همینجوری در مورد اردوغان، به خاطر اینکه تقریبا میشه گفت در صحبتاش به خود آقای رئیسی گفت رهبر چطوره، یعنی تو کاره نیستی بلند شدی اومدی، همه کار اون اومدی اینجا الکی وقت ما رو هم گرفتی. ممنونم از علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما بودی. اما در اینجا نگاهی بندازیم به چند خبر از گوشه و کنار جهان. وزارت دفاع امارات متحده عربی از فعال شدن توافق نظامی این کشور با فرانسه با هدف مقابله با حمله‌های تروریستی خبر داد. این توافق بخشی از پیمان همکاری‌های استراتژیک این دو کشور است. وزیر نیروهای مسلح فرانسه پیشتر در توییتی نوشت امارات متحده عربی قربانی حملاتی جدی به خاک خود شده و فرانسه برای اعلام همبستگی تصمیم به تقویت دفاع هوایی این کشور دوست گرفته است. فلورانس پارلی همچنین گفت در صورت نیاز هواپیماهای جنگنده این کشور در مأموریت‌های رصد، تشخیص و رهگیری به نیروهای امارات کمک خواهند کرد. در پی برف و طوفان شدید در آمریکا برق بیش از 370 هزار خانه در ایالت‌های مختلف این کشور قطع شد که برخی از آنها ممکن است چند روز بدون برق بمانند. تگزاس، آرکانزاس، تنسی، اوهایو و نیویورک از جمله ایالت‌هایی هستند که در معرض این طوفان قرار گرفتند. یک نفر هم در اثر این طوفان زمستانی در ایالت آلاباما جان خود را از دست داد. همچنین اکثر پروازهای روز گذشته برخی شهرها از جمله بوستون، نیویورک و دالاس با اختلال مواجه شده بود. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 16 نقطه را در شهرهای حجه و معرب یمن هدف حمله قرار داده است. همزمان برخی گزارش‌ها از پیشروی نیروهای ارتش یمن و بازپسگیری مواضع حوثی‌ها در شهر حرز نزدیک به مرز عربستان خبر می‌دهند. یک منبع نظامی به خبرگزاری شینهوا گفته این عملیات با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی همراه بوده است. در حالی که آمریکا و 7 عضو دیگر شورای امنیت آزمایش‌های موشکی کره شمالی را محکوم کردند، چین می‌گوید این واشنگتن است که باید برای حل مشکل پیونگ‌یانگ انعطاف بیشتری نشان دهد. روز جمعه مقام‌های ارشد دفاعی آمریکا، کره جنوبی و ژاپن هم در مورد راه‌های مقابله با تهدیدهای کره شمالی گفتگو کردند. کره شمالی در اقدامی بی‌سابقه در ماه گذشته 7 آزمایش موشکی انجام داده است. روز گذشته افتتاحیه 24مین دوره مسابقات المپیک زمستانی با میزبانی پکن آغاز شد. مسابقاتی که زیر سایه درگیری‌های سیاسی آغاز به کار کرد و آمریکا و تعدادی از کشورهای غربی تصمیم به تحریم دیپلماتیک این مسابقات گرفتند. شهره جولانی گزارش می‌دهد. پایتخت چین برای دومین بار میزبان بازی‌های المپیک است. در استادیوم لان پرنده پکن که 14 سال پیش هم محل برگزاری این رقابت‌ها بود، المپیک زمستانی 2022 افتتاح شد. استادیومی غرق نور و آتش‌بازی، شاهد رژه ورزشکاران دنیا زیر چتر افتتاحیه باشکوه. اما این المپیک زمستانی علاوه بر رقابت ورزشی به محل صفمندی سیاسی هم تبدیل شده. 9 کشور از جمله لیتوانی، کوزوو، بلژیک، دانمارک و بریتانیا در اروپا، همچنین آمریکا، استرالیا و کانادا این بازی‌ها را تحریم دیپلماتیک کردند به دلیل پرونده حقوق بشری چین در نقض حقوق اقلیت اویغور.
بایکوت دیپلماتیک و همچنین همه‌گیری کووید 19 شمار رهبران شرکت کننده در این المپیک را کاهش داده، اما ورزشکاران همه کشورها در این بازی‌ها شرکت می‌کنند. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک با تاکید بر غیر سیاسی بودن این رقابت‌ها گفته المپیک تنها یک رویداد ورزشی است. دبیر کل سازمان ملل و مهمان این مراسم پیشتر بر این نکته تاکید کرده بود. این فرصتی برای دیدن افرادی است که از سراسر جهان و با پیام قوی اتحاد و همبستگی می آیند. بازی های المپیک دقیقا همان لحظه است که باید به مردم یادآوری کنیم که نمی توانیم کووید را تنها با یک کشور شکست دهیم. باید مانند این بازی ها متحد باشیم. اما در میان رهبران و مقامات سیاسی که به پکن آمدند، سفر رئیس جمهور روسیه به رویدادی با اهمیت در حاشیه المپیک تبدیل شد. نخستین دیدار رو در روی دو رهبر از 3 سال پیش تا کنون با وعده همکاری بیشتر و ارتقای مناسبات. جامعه بشری همچنان با چالش‌ها و بحران‌های فراوانی روبروست. چین و روسیه با پایبندی به آرمان‌های اصلی خود پیشرفت مستمر در روابط دو جانبه را حفظ کردند. اگر ادامه دهیم، آینده روشن خواهد بود. ما در شرایط تاریخی جدیدی هستیم و آماده ارتقای اعتماد متقابل و تبدیل آن به همکاری در زمینه‌های مختلف با حفظ منافع مردم دو کشور هستیم. ولادیمیر پوتین در این دیدار که پیش از مراسم افتتاحی انجام شد از دوستی استراتژیک دو کشور گفت. روابط دو کشور بر اساس دوستی و مشارکت استراتژیک در حال توسعه است. متاسفانه در طول 2 سال ما نتوانستیم به صورت شخصی دیدار کنیم. ما همیشه تلفنی یا ویدیویی با هم در تماس بودیم. امروز از همه زمینه‌ها برای پیشبرد همکاری استفاده می‌کنیم. در بیانیه مشترک پایان این دیدار بر دوستی و همکاری نامحدود دو کشور تاکید و ناتو به طور ضمنی به اثرگیری جنگ سرد متهم شده است. پکن تنها شهر در تاریخ المپیک است که میزبانی بازی‌های تابستانی و زمستانی را به عهده داشته. بازی‌هایی که طی آن بیش از 3000 ورزشکار از 91 کشور دنیا برای رسیدن به رویاهای طلایی حرفه‌ایشان رقابت خواهند کرد. شهره جولانی، لندن. اما در اینجا تصاویر زنده ببینیم از امدادگران مراکشی که برای 4 روز متوالی در تلاشن کودکی رو که در چاه عمیقی در یکی از روستاهای مراکش سقوط کرده نجات بدن. این پسر بچه 5 ساله که ریان نام داره 4 روز پیش درون چاه افتاد و از همون زمان موجی از همبستگی در کل کشور برای نجات او شکل گرفته. و ما در ادامه مجموعه خبر نیمروزی به گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از نمایشگاه عکسی در پاریس می‌پردازیم.